به کارخونه ای رفتیم که برای نخستین بار دستگاه ESL بر روی اجزای اون نصب شده بود. دستگاه ESL یا همون دستگاه ایجاد میدان مغناطیسی برای افزایش مدت ماندگاری محصولات لبنی توسط پژوهشگران دانشگاه تربیت مدرس ساخته شده. این دستگاه بر اساس میدان مغناطیسی و همچنین گرمادنی بشیر شیرو میتونه پاسترازیسیون کنه به صورتی که از نظر زمانی ماندگاری بسیار طولانی داشته باشه. این دستگاه از اجزای مختلفی تشکیل شده. شیر وارد خط تولیدمون میشه، در قسمت این لوله ها قرار میگیره و ما قسمت شوک حرارتی و شوک الکتریسی رو داریم. اینجا تنظیم دماییمون انجام میشه، شوک حرارتیمون انجام میشه، ما یونیت حرارتی اینجا داریم، در قسمت یونیت الکتریسیمون هست. شیر وارد خط تولید میشه و در قسمت وارد مرحله بسته‌بندی میشه. افزایش کیفیت محصولات لبنی تنها یکی از مزایای نصب این دستگاهه. با توجه به اینکه قبلا فرآیند پاسترایزاسیون شیر و فرآیند حرارتی انجام میشد، توجه شدیم که علاوه بر افزایش زمان ماندگاری شیرمون، باعث افزایش کیفیت و ارزش تغذیه شیرمون شد. موفق شد در ماندگاری شیر رو به مدت 12 تا نهایتاً 25 روز افزایش بده. این فرایند ماندگاری باعث میشه که ضایعات شیر و دیگر محصولات ما رو به نقطه صفر برسونه. دستگاه ESL تمام استانداردهای جهانی رو کسب کرده. این سیستم اولین بار هست که در فکر کنم در دنیا داره ازش استفاده میشه. خوشبختانه جوانای ما به نتیجه رسوندن این کار رو. تاییدیه‌ای که در رابطه با شیر ESL با حوزه مغناطیسی از اداره بهداشت گرفتیم، از باشگاه همکارانشون گرفتیم و تاییدیه‌های کافی برای تولید به صورت انبوه رو داریم. مدت ماندگاری مواد لبنی توسط این دستگاه، حالا این آمادگی وجود داره که مواد لبنی به کشورهای غرب آسیا و آسیای جنوب شرقی صادر بشه. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.